بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم میکنیم برترین سلام ها و درود ها را به محضر خاتم پیغمبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان. عرض سلام، درود و احترام داریم محضر یکایک شما همراهان بسیار نازنین رسانه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری. همانطور که در تصاویر پشت سر بنده مشاهده میکنید، امسال هم مانند سنوات قبل خداوند متعال توفیق داد تا از کنار مسجع شریف و نورانی آقا امام علی ابن موسی رضی الله علیه و سلام به شما سلام عرض کنیم و برنامه ما را تقدیم شما کنیم. در شب رحلت جانگداز آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت جانگداز سبط اکبر ایشان حضرت امام حسن ابن علی المجتبی و همچنین ایام شهادت صامل الحجج صامل الائمه حضرت امام علی ابن موسی رضی الله علیه و سلام تقدیم شما میکنیم به وقت بیداری دیگری رو، اما این بار با حال و هوای متفاوت. به محضر شما بزرگواران رسیدیم. جناب استاد رمضانی، کارشناس محترم چهارشنبه شب‌های برنامه به وقت بیداری، هم در این شهر مقدس به ما پیوستند و امشب افتخار داریم تا برنامه ما با موضوع شاخص‌های حکومت نبوی در حضور شما بزرگواران تقدیم کنیم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما موجودی محترم سلام عرض می کنم و همچنین خدمت همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض می کنم و از خداوند سبحان طلب می کنم و همه ما توفیق بهترین طاعتها و بندگی ها را مرحمت بفرماید. و من هم به نوبه خودم این رحلت بسیار عظمار و شهادت وجود مقدس امام حسن مجتبی به همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم خداوند به حق پیامبر رحمت عاقبت امر همه ما رو به خیر کنه و بهترین زندگی برای همه انسان ها به خصوص پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به توفیق الهی رقم بخورد انشاءالله. بسیار تشکر استاد، بسیار خوشحال هستیم که امشب در این حال و هوای بسیار نورانی و معنوی در شب رحلت پیامبر اکرم فرصتی است بسیار ارزشمند که در خدمت عزیزان باشیم و مناسبت هم بسیار مناسبت بزرگی هست. موضوع برنامه هم با توجه به این مناسبت شاخص‌های حکومت نبوی انتخاب شده. امیدوار هستیم که در دقایقی که بسیار کوتاه هم هست و در خدمت عزیزان هستیم بتوانیم حد اکثر استفاده از فرمایشات حضرت عالی ببریم. در خدمت شما هستیم. بله، صحبت کردن در ارتباط با شخصیت وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک مجال بسیار واسعی می‌طلبه، ولی به خاطر اینکه مناسبت امشب یک مناسبت ویژه هست، رحلت وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرصت را غنیمت می‌شماریم یک مقداری به اندازه علم خود، به اندازه فرصت خود در ارتباط با شاخص‌های حکومت نبوی صحبت می‌کنیم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق مرحمت کند انشاءالله در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم که این شاخص‌ها در حکومت وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که فرزند برومند پیامبر اکرم و آخرین ذخیره خداوند هستند محقق خواهد شد.
به عنوان اولین شاخص در حکومت نبوی میتونیم اشاره بکنیم به اقامه عدل و قسط. در حقیقت وقتی نگاه میکنیم به زندگی همه انبیاء الهی، به خصوص خاتم انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میبینیم شاخص قسط و عدل یک جایگاه بسیار ویژه داره، به نحوی که خداوند در قرآن کریم میفرماید ما رسولان خود را فرستادیم بالبینات، فرستادیم رسولان خود با معجزات و میزان دادیم، قانون دادیم، آیین و کتاب دادیم به آنها. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، به خاطر اینکه انسانها در جامعه بر اساس قسط و عدل عمل بکنن. اصولا اگر نگاه بکنیم کل عالم هستی بر اساس عدل اقامه شده، پس بنابراین تمام انبیا آمدن که در جامعه بین انسانها عدل و قسط را احیا بکنن، کسی به حقوق دیگری تجاوز نکند، هر کسی چارچوب و حدود خودش را بشناسد. اسلام شریف برای هر مطلبی حدود معین کرده، برای کیفیت درآمد حدود مشخص کرده، برای خرج و مصرف کردن حدود مشخص کرده، برای قضاوت حدود مشخص کرده، برای خوردن و آشامیدن، تمام امور که نگاه بکنیم بر اساس چارچوب و حدود الهی است. وجود مقدس پیامبر اکرم آمدن تا بین مردم قسط و عدل برقرار بشود. جالب اینه که فرمود لیقوم الناس بالقسط، بین عدل و قسط یک فرق جزئی هم هست. اون فرق اینه که قسط طرفینی است. مثلا فرض کنیم میگیم که حقوق زن بر شوهر چیه؟ میگیم حقوق زن بر شوهر اینه که مثلا نفقه او رو بده، خوش اخلاق باشه، او رو ضرب و جر نکنه، آزار و اذیت نکنه. خب از این ور میگیم حقوق مرد بر زن چیه؟ متقابله. اینه که مثلا احترامش نگه داره، بدون اجازه او بیرون نشه. میگیم حقوق فرزند بر پدر چیه؟ اینه که او رو تربیت خوب کنه، نام خوب بنامه، یک مدرسه و مکتب خوب بگذاره، تعلیم خوب بده. از این ور باز میگیم حقوق پدر بر فرزند چیه؟ پس بنابراین یا میگیم حقوق رعیت بر حاکم جامعه چیه؟ اینه که امنیتش تأمین کنه، زمینه کار و کاسبی و فرهنگ و علمش فراهم بکنه، و حقوق حاکم بر مردم چیه؟ خب پس بنابراین قسط او حالتی رو گفتن که طرفین به حق خود عمل میکنن، طرفین به وظیفه خود عمل میکنن، به چارچوب حقوق خود آگاهن و طبق موازین و وظایف خود عمل میکنن. این هدفی بود که از فرستادن همه انبیا خداوند داشت، به خصوص از فرستادن وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قرآن کریم، تا مردم هم به حقوق و تکالیف خود آشنا بشن و هم بر اساس وظایف خود عمل بکنن. بله استاد، تشکر. استاد همونطور که فرمایشات حضرت عالی رو میشنویم استفاده میکنیم، عزیزان در منزل همراه ما هستند و شاید گوشهایشان با فرمایشات حضرت عالی باشه، اما چشمهایشان به این بارگاه نورانی هست و بسیار فرصت مهمی هست، بسیار فرصت ارزنده‌ای هست که آنها هم زائر هستند، حتما از راه دور سلامی میفرستن خدمت آقا و حتما جوابش را هم خواهند گرفت و انشاءالله که به زودی همه ما دست جمع در این بارگاه آسان سلامی عرض کنیم و انشاءالله که زیارت همه عزیزان قبول باشه. میخواییم که از فرصت بیشتر استفاده کنیم، شاخصهای دیگری از حکومت نبوی بفرمایید تا عزیزان استفاده بفرمایید. یک شاخص بسیار مهم دیگه در حکومت نبوی بر اساس آموزه‌های قرآن اخوت و برادریه. وقتی نگاه میکنیم به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به آیات و قرآن و روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، میبینیم که
در حکومت وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام افراد جامعه مثل برادر هستند. و چقدر هم این نمود داره در حکومت نبوی. در قرآن کریم بفهمد انما المؤمنون اخوه، مؤمن ها اعضای جامعه با هم برادر هستند. تعبیر پدر و فرزند نکرد، به خاطر اینکه پدر و فرزند یکی بالاتر یکی پایین‌تر. فرمود برادر، یعنی اینها حقوق مساوی دارن، باید نسبت به همدیگر مهربان باشن. یا فرمود المؤمنون مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن هست. یعنی همین رقم که یک شخص به زیبایی خود، به امنیت خود، به صلح خود، به دانش خود، به رفاه و پیشرفت خود اهمیت میده، باید برای برادر دینی خود هم خواسته باشه. یعنی آنچه به خود میپسندد به برادر مؤمن خود هم بپسندد، آنچه برای خود نمیپسندد برای برادر مؤمن خود هم نپسندد. پیامبر یکی از کارهای اساسی که کردن در همان آغاز حکومت شریفشان، بین مسلمان ها عقد اخوت خواندن. یعنی هر دو نفری با هم دست برادری دادن. خب این مستحبه که یک دعایی هم داره، مؤمنین و مسلمان ها میتونن با هم عقد اخوت و برادری بخونن، یک سری حقوقی هم نسبت به هم دیگر پیدا میکنن که به هم دعا کنن. و اصولا در جامعه نبوی ای که کسی خواسته باشه بر اساس جایگاه مالی یا جایگاه خانوادگی یا جایگاه قبیلگی خودش از دیگران، از دیگر مردم برتر بدانه، این منفیه. نژاد پرستی، قوم گرایی، قبیله گرایی و او چیزهایی که قبل از اسلام در عصر جاهلی مرسوم بود، اینا را پیامبر زیر قدم مبارک خود نهادن و فرمودن اینها در حکومت من دفن شد. برادری، صلح، سازش و صفا، همه از حقوق مساوی بر اساس لیاقت و شایستگی بهره‌مند. بسیار تشکر استاد، با شما خواهیم بود. همچنان بابا وقتی بداری همراه باشید، این برنامه را شما از کنار مسجد شریف و نورانی آقا امام علی بن حسین رضا علیه السلام دریافت کنید. دلم به یاد تو امشب لبا لب از شور است، دلم به یاد تو امشب لبا لب از شور است. تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟ هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشب، گریان ز غمی دیده عالم شده امشب. آهنگ سرشکم که رسد بر لب مژگان، با این دل سودا زده همدم شده امشب. فلک را رکن آرامش شکسته، زمین از اشک غم در گل نشسته. ملائک جمله در جوش و خروشند، خلایق جمله از ماتم خموشند. مدینه شد ز داغ مصطفی بیت الحزن امشب، فضای عالم هستی بود غرق محن امشب. مکن ای آسمان، مکن ای آسمان روشن چراغ ماه را، کسکین چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب.
در گوشه ز صحن تو قلبم نشسته است، دل توق الفتی به ذریح تو بسته است. چون دشتهای تشنه در این آستان قدس در انتظار ابر عنایت نشسته است. اللهم صل علی علی رضا مرتضا. در خدمت شما بزرگواران هستیم، همچنان به وقت بیداری را از رسانه جهانی هادی دریافت میکنیم. ممنونم که نگاه مهربان شما همچنان با ماست. در خدمت شما عزیزان و جناب استاد رمضانی عزیز، ادامه بحث شاخصهای حکومت نبوی و در خدمت شما استاد عزیز، فرمایشاتی که میفرمایید حتما امشب مورد عنایت عزیزان هم واقع خواهد شد. بله، تشکر میکنیم از شما و از همه بیننده های محترم که این برنامه را دنبال میکنن و از عزیزانی که زمینه را فراهم کردن تا در این شب بسیار عزیز این بحث بسیار مهم مطرح بشه. در نوبت قبلی ما دو تا از شاخصه های حکومت نبوی را اشاره کردیم. یکی دیگه از شاخصه های حکومت نبوی که بسیار هم مهم است، ایمان و معنویت. ببینید در سیاست غیر دینی، در حکومت های غیر دینی یا اون چیزی که ما امروزه میبینیم در جهان، سیاست را از دیانت جدا میکنن. یعنی معنویت و دینداری ربطی میگن خیلی به سیاست نداره، ولی در حکومت نبوی اینا ها با هم توأم بود. وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سیاست همراه با حکمت داشتند، سیاست همراه با معنویت داشتند. اصلا قرآن کریم یکی از وظایف پیامبر رو تزکیه نفس معرفی میکنند، یزکیهم، فقط از منت خداوند و لطف خداوند بر بنده ها ایه که بعث فیهم رسولا منهم، یک پیامبری از خود اونها برای اونها مبعوث کرد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اولین کاری که، اولین نقشی که پیامبر داره اینه که جانها و روح و روان انسانها را صفا ببخشه، معنویت را در جامعه پیاده بسازه، یعنی با احکام، با دستورات، با بیانات برای معنویت ارزش خاصی قائل هست. نماز میفهمند قربان کل تقی هست، روزه رو میفرماید سپر از آتش است، به تهجد و عبادت و شب زنده داری اهمیت میدهد، فرمود نماز نور چشم من هست، به احترام بی پیرمرد و بزرگتر و کلان و خرد و رعایت افتادگان و ناتوان ها سفارش میکند. یعنی در جامعه بر اساس معنویت و اخلاق و رفتار نیکو حکومت میکند. بنابراین این شاخصه بسیار مهم است که حکومتداران ما، کسانی که در جامعه در هر منطقه، حالا که ما میگیم حکومت ممکن یک خانواده رو بگیم، یک پدر خانواده، یک رئیس یک فابریکه و شرکت، یک رئیس یک منطقه، هر کسی یک مجموعه داره، به علاوه ای که سعی میکنه که او محیط را خوب اداره بکنه، نسبت به معنویت و رشد ایمانی اشخاصی که زیر دست او هستن باید توجه داشته باشه. در اولین خطبه نهج البلاغه وجود مقدس امیر مومنان فرمودن خداوند پیامبران خودش فرستاد تا انسانها را به آیین فطرت اونها آگاه بسازن، لیستعدو و میثاق فطرته، یعنی فطرت ها را آشکار کنن که ای انسان، تو در این دنیا بی جهت خلق نشدی، یک هدف بسیار عالی داری، در کناری که تحصیل میکنی، کار میکنی، تلاش میکنی، ازدواج میکنی، کار اقتصادی میکنی، اما اینا هدف اصلی خلقت تو نیه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت، بندگی، روح زندگی معنوی یک مسلمان هست. استاد فرمودید
رشد معنوی، رشد معنوی یک ملت، یک امت، یک خانواده، شاید یک جامعه کوچک چقدر تأثیر داره در روند کاری رهبر آن گروه که ما امشب افتخار داریم از نبی اکرم، از رهبر کل عالمیان صحبت میکنیم و فرصتی بسیار ارزشمند هست. آیا این رشد معنوی ما انسان ها تأثیر میگذاره در مسیری که حضرت گام برمیداره یا خیر؟ بله، خیلی تأثیر مهم داره. سوال بسیار خوب فرمودین. بسیاری از جرائمی که در جامعه به وجود میایه جلو پیشرفت جامعه رو میگیره، کارهای رهبر جامعه رو به مشکل مواجه میسازه، ترقی جامعه رو رشدش میگیره، به خاطر اینه که معنویت و ایمان در قلوب کسانی که در جامعه هستن وجود نداره یا ضعیفه. اگر یک عزیزی که در یک جای کار میکنه معنویت و ایمان او قوی باشه، او در کار خود خیانت نمیکنه، او وظیفه ای که داره به نحو احسن و زیبا انجام میده، کوتاهی نمیکنه، از وقت خود نمیزنه، کار خراب نمیکنه، از مراجع کننده ای که هست طلب رشوه نمیکنه، تنبلی نمیکنه. چرا؟ چون خدا رو حاضر میبینه. معنویت یعنی که در تمام کارها رضایت خداوند انسان لحاظ بکنه. امانتدار است، یعنی اگر میلیون ها میلیارد ها پول بیت المال از سرمایه جامعه و دیگران در نزد یک فرد با ایمان باشد، او سر سوزنی چشم بد به آنها نداره. چرا؟ چون معنویت. بنابراین یا رقابت های سیاسی نادرست که یک طرف شخصیت دیگران را خراب بکنه تا خودش به جای برسانه، در انتخابات تقلب بکنه تا خودش به جای برسانه، این شاخصه ها و رفتارها در جامعه ای که رشد معنوی و ایمانی داشته باشد وجود نداره. دیگر چه شاخص های رسد بتانه از حکومت نبوی ما اشاره کنیم؟ من خیلی سعی میکنم خلاصه ارز بکنم، به خاطر ای که فرصت ما اندک هست و دوست داریم بیشتر شاخصه های بیشتری رو مطرح بکنیم. خیلی هم زیبا. یکی از شاخصه های بسیار مهم در حکومت نبوی اهمیت دادن به علم و معرفت. یعنی حکومت نبوی یک حکومت توأم با رشد علمی است. آنقدر در روایات ما از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در آیات شریفه قرآن و در سیره عملی پیامبر بر علم و دانش و معرفت تاکید شده که اگر ما یک جلسات بسیار متعدد بمانیم فقط میتونیم پیرامون همین موضوع صحبت بکنیم. استاد اجازه میدین در مورد همین موضوع در بخش بعدی بیشتر در خدمت شما باشه. انشاءالله. نقاره میزنند گمانم مریضی شفا گرفته است. دلم به یاد تو امشب لبا لب از شور است، دلم به یاد تو امشب لبا لب از شور است، تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است، هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشب، گریان ز غمی دیده عالم شده امشب، آهنگ سرشکم که رسد بر لب مژگان با این دل سودا زده همدم شده امشب، فلک را رکن آرامش شکسته، زمین از اشک غم در گل نشسته، ملائک جمله در جوش و خروشند، خلایق جمله از ماتم خموشند، مدینه شد ز داغ مصطفی بیت الحزن امشب، فضای عالم هستی بود غرق محن امشب، مکن ای آسمان، مکن ای آسمان روشن چراغ ماه را،
کسکین چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب. تقدیم درود و احترام ویژه باسم محضر یکایی که شما عزیزان برایتان آرزو میکنیم، نفس کشیدن در این حال و هوای معنوی عطر رضوی گوارای وجودتان باد. انشاءالله که همه ما از نزدیک و با پای خودمان انشاءالله در این بارگاه حضور پیدا کنیم. دست دست عزادارهای محترم وارد صحن سرای رضوی می شوند و از همه شما بزرگواران می خواهیم که از راه دور برای بنده و همکارانم دعای خیر داشته باشه. همچنان با به وقت بیداری در محضر شما هستیم. پل ارتباطی رو خدمت شما از آن اعلام میکنم و به محضر استاد رمضان عزیز برخواهیم گشت. نمبر مثبت 964 780 255 4013. دلنوشته های خودتانه، صدای قشنگ خودتانه و هر آنچه که دوست دارید از این طریق با ما به اشتراک بگذارید. جناب استاد رمضان عزیز در خدمت شما هستیم. بخش آخر برنامه هست و دوست داریم که بیشتر از فرمایشات حضرت عالی در خصوص شاخص های حکومت نبوی استفاده کنیم. خب من در نوبت قبلی یک موضوع مطرح کردم، یک شاخص را دوست دارم یک کمی توضیح بدم، انشاءالله به یکی دو تا مورد دیگر اشاره بکنم. گفتیم یکی از شاخصه های بسیار مهم در حکومت نبوی علم محوری و رشد علم و معرفت است، توجه ویژه به علم و معرفت است. حضرت اعضای جامعه را به علم تشویق کردند، فرمودن طلب العلم فریضه، یعنی همین رقم که نماز واجب است فریضه، یعنی واجب، فرمود طلب علم هم واجب است. بعدم نفرمود که بر زن یا بر مرد، بر کودک یا بر جوان، اطلب العلم من المهد الى اللحن، از همون گهواره اگر انسان بتانه فراهم بشه محیطش و بتانه تعلیم و تعلم کسب بکنه، در مسیر تعلیم و تعلم باشه تا زمانی که در گور میرود، یک لحظه از تحصیل علم و معرفت نباید غافل بشه. استادی خودش میتونه جوابی باشه برای آن عده قلیلی که فکر میکنن علم برای قشر خاصی است و دیگر مردم نیازی ندارن به علم آموزی. اتفاقا علم است که فکرها را باز میکنه، علم است که جامعه را قوی میسازه، علم است که نیاز یک جامعه را به کشورهای دیگر، به بیگانگان کم میکنه یا قطع میکنه، علم است که به انسانها عزت میدهد، علم است که در آخرت جایگاه انسان را رفیع میکنه. در قرآن کریم فرمود یرفع الله الذین آمنوا، خداوند اهل ایمان را بالا میبره، یعنی ایمان یک شاخصه مهمه در نوبت قبلی عرض کردیم. ولی والذین اوتوا العلم درجات، او کسانی که افزون بر ایمان علم هم داشته باشند، اونا چند درجه بیشتر از اهل ایمانی که علم ندارن درجات اونها رفیع‌تر میشه. یعنی قرآن کریم بین یک مؤمنی که علم کمتر داره با یک مؤمنی که علم بیشتری داره فرق گذاشته. یک وقت وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داخل یک مسجد شدن، دو حلقه و دو گروه از مسلمان ها نشسته بودن، یک گروه عبادت میکردن، قرآن میخواندن، دعا میکردن، مشغول به راز و نیاز با خدا بودن، یک گروه دیگه اینا مشغول به درس و بحث و علم آموزی بودن. یک کسی با پیامبر بود، نگاه میکرد پیامبر به کدوم گروه توجه ویژه دارن. آقا فرمودن هر دو گروه خوبه، هر دو تا کار خیر است، اینا عبادت میکنن، اینا کسب علم میکنن، ولی من به تعلیم ارسلت، من برای تعلیم، آموزش، بیداری، دانش
مبعوث شدم. پس با او گروهی نشستن که علم آموزی میکردن. آنقدر مهم است که اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد اقرا بود، بخوان. با خواندن اقرا بسم، اما خلوص باشد، اقرا بسم به خاطر خدا باشد، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی بحث قلم، بحث تعلیم مطرح شد. یا در سوره الرحمن می فرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان، با اینکه اول خلقت انسانه بعد تعلیم قرآنه، ولی به خاطر اهمیت قرآن و تعلیم قرآن و علم و دانش، تعلیم قرآن رو بر خلقت انسان پیش انداخت، مقدم کرد. در بحث علم آی ناصری عزیز خیلی میتونیم صحبت بکنیم. پیامبر فرمودن اطلب العلم ولا بالسین. اون زمان بین جزیره عربستان تا چین بسیار فاصله بود، دورترین نقطه بود. فرمودن اگر حتی علم اگر به چین باشد شما مسافرت کنید و علم رو بجوید. این هم یک شاخصه ای هست که در حکومت نبی بسیار بارز هست. خب شاخصه دیگری هم آیا فرصت داریم که من به اندازه که فرصت اشاره میکنم، یکی از شاخصهای بسیار مهم در کنار علم عزت و قدرت است. یعنی حکومت نبوی و شیوه حکومتداری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رقم بود که جامعه را به عزت برسان. جامعه که پیامبر رهبری میکردن ضعیف نبود، این رقم نبود که کشورهای دیگر هر کدام براحتی تعرض بکنن. استاد 5 دقیقه تا بله. این رقم نبود که حقوق این جامعه را چپاول بکنن، بر اینها ستم بکنن، حقشان رو بگیرن. نه، جامعه مسلمان عزت دارد. اون حکومتی که پیامبر به دنبال او بود به افراد جامعه خود عزت میداد، گدا نبودن. ای که دست پیش حکومت‌های دیگه دراز بکنن، ای که فقیر باشن، این جامعه دینی و نبوی نبود. حتی در برابر تهدیدهای دشمن فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آنقدر از لحاظ علمی، از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معنوی رشد کنید، قوی بشوید که حتی دشمن جرأت نکنه فکر حمله به شما رو به سر خود داشته باشه. خب خیلی مهمه، میبینیم که پیامبر به دنبال عزت بود، به دنبال شوکت بود. من یک شاخصه دیگه هم اشاره میکنم خدمت شما، شایسته سالاری و حق محوری. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حکومت خود به دنبال قوم گرایی نبود، به دنبال ای که به تعبیر اون سیاست هایی که گاهی میگن این دم هوایی رو داشته باشیم که به درد ما میخوره، به سمت خاصی میل نداشته، میل نداشته. هر کسی شایسته بود، هر کسی لیاقت داشت در اون جایی که سزاوار بود او را نصب می‌فرمود. مثلا به عنوان مثال یک جوانی بود به نام اسامه، یک لشکر بسیار بزرگی پیامبر ترتیب دادن که به یک نقطه خاصی بعد حرکت می‌کردن و تهدید دشمن را دفع می‌کردن. خب با اینکه کسانی بودن که اینها سنهای زیادی داشتن، پیرمرد بودن، میان سال بودن، ولی حضرت اون لیاقت در یک جوان دیدن و اون جوان رو به فرماندهی این لشکر منصوب فرمودن. بنابراین این خیلی مهمه، در هر گوشه ای که هستیم، چه یک مجموعه خرد و کوچکی داریم، چه یک مجموعه بسیار کلان داریم، نگاه کنیم که در یک شغل، در یک پست، در یک مقام، در یک موقعیت چه کسی لایق است، چه کسی شایسته است، ولو ای که فامیل و قوم من نباشه، رنگ او فرق کنه، زبان او فرق کنه، ولی اگر جامعه میخواهد به جایی برسد، همین فرهنگ پیامبر، همین روش پیامبر را عمل بکنیم،
که هر کسی شایسته است. اصلا خود من شخصی که میفهمم که به این موقعیت سزاوار نیام، از من شخص بهتری است، خودم باید قبول نکنم. استاد در حد یکی دو جمله در لحظات پایانی برنامه امشب در کنار مسجد شریف و نورانی امام علی مسلزان صلوات و سلام هدیه کنید به دوستان عزیزی که از راه دور ما رو مشاهده می‌کنند. من فقط در این شب عزیز دعا میکنم، دعایی که همه انبیا آرزویش میکردن، خود پیامبر اکرم وعده او را دادن و تمام خوبان عالم وعده را دادن که فرمود یک روز خداوند زمین را به صالحان میدهد. خدایا در این شب عزیز به حق پیامبر اکرم، به حق امام حسن مجتبی، به حق همه اولیاءت هرچه زودتر فرج امام زمان را معجل بفرما و چشمان ما را به جمال مقدس امام زمان روشن و منور فرما و عالم را با نور وجود و حکومت عدل مهدوی نورانی و منور بساز. بسیار تشکر استاد، سوگوار لطف کرده. انشاءالله که به زیارت آقا مشرف شدید حتما بنده و همه عزیزان در خانه انشاءالله از دعای خیر خودتان فراموش نکنید و انشاءالله که بتوانیم باز هم در برنامه های بعدی در استودیوی هادی تیوی در خدمت شما. انشاءالله تشکر. عزیزان همراه بسیار تشکر میکنیم، از طرف شما سلامی عرض میکنیم به آقا و مولای ما حضرت علی ابن مسرزان علیه السلام و انشاءالله برنامه خودمان ختم خواهیم کرد. السلام علیک یا علی ابن مسرزان مرتضا و رحمت الله و برکاته. زیارتتان قبول باشه از راه دور، انشاءالله برای بنده و همکارانم دعا بفرمایید. همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم، امیدواریم که این برنامه مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشه. خدا نگهدار.